ترسیه، این ترسیه، تو ترسیه، اویته، نبخشی قلام خیانوخی آه واقعا ببخشی، آبا عبای فرانسی رو زبون مادریم تأثیر گذاشته. البته اگه پدرم میدونست که من یه روزی میام فرانسه حتما اسممو جنبالیون میذاشت. من امروز میخوام تا به همه دول شرق و غرب ثابت کنم که مردم جهان شیفته آقا محمود هستن. برای این کار اول به فرانسه اومدم که همسایه جنوبی جمهوری اسلامیه. این شما و این یه پسیه تو سلسیه غلام خیانوخی اخسیه. ضیافت ژاک شیراک حق مسلم ما، ضیافت ژاک شیراک حق مسلم ما. بله شما در حال اعتراض هستید، به چی معترضید؟ ما مطابق فتوای مقام عظما به حسن خانگی آیت الله ژاک شیراک اعتراض داریم. میخواستم بدونم خواسته شما از مقام معظم چیه؟ بگید ما بسیجی و اهل پانیس نیستیم که امام تنها بماند. من خواهشم از مقام عظما اینه که در همین سفرهای استانیشون یک دوچه با میان استان فرانسه ببینن دشمنان نظام اینجا چه قوقایی میکنن. میشه چند نمونه شو به ما بگید؟ آقا این کشته های جنگ جهانی دوم چی شدن؟ من خواهشم اینه که استخوناشون رو بیارن تو دانشگاه سوربن پاریس دفن کنن، دانشگاه دختر پسر هم از همدیگه سوا کنن. جلوی نوارای حاج صادق آهنگران رو تو پاریس میگیرن. آقا شما بگو، آقا بگو چیکار کنیم ما؟ شما الان کجا دارید میرید؟ آقا من الان دارم میرم خدمت حاج آقا دوبیفن. چه سوال شرعی دستن که بابا خلاصه ما نفهمیدیم با پای چپ باید وارد شیم، با پای راست باید وارد شیم. الان هر دفعه داریم جوک میزنیم، کار سختیه ولی میخوام برم از ایشون استفسار بگیرم ببینم خلاصه ما چیکار بکنیم. صدای من پخش کنیم، خواهش میکنم. ضیافت ژاک شیراک حق مسلم ماست، ضیافت ژاک شیراک حق مسلم ماست. سلام، اسم شما چیه؟ من شوالیه کج هستم. چی؟ من قبلا شوالیه راست بودم ولی بعد از حکم دادگاه پاریس کج و کوله شدم، شدم شوالیه کج. ببخشید شغل شریف؟ راستش من زمان شیراز نویسنده بودم، خبرنگارم بودم، تو جاده تهران پاریس ترانزیت داشتم، خلاصه بروبیایی داشتم، ولی الان چون سکتگیم قرص میخورم کار خدماتی میکنم. از اینکه شغلتو از دست دادی ناراحت نیستی؟ ای بابا وقتی حاج آقا پور محمدی رو مثل هسته شفتالو انداختن بیرون، تکلیف ما که هسته انگوری روشنه دیگه. گفتم انگور، یاد میخونه های پاریس افتادم که این روزا ویلون و سرگردونش هم نری. قربان حاج آقا بیارش گوشتون رو بیرون عزیزم. حاج آقا عمامتونم پیچیدم گذاشتم سر تاخچه. لطف عالی مستدام. مارم دعا کنید حاج آقا، مارم دعا کنید. من احتمالی باقی کفتونم باید شدنم. آبه عشق میشه خودتونو معرفی کنی؟ من گفتم کیا مجیدی؟ نبگه دختری خمر خانم باجناق آلندرون هستم. میخواستم بدونم درخواست جامعه هنری فرانسه از جمهوری اسلامی و دولت نهم چیه؟ پیشنهاد دارم جای دانشگاه سورمون یه شعبه از حوزه علمی قم را بندازن. یه اتوبانم از زیر برج ایفل بکشن تا حرم امام که شیفتگان امام بتونن با کاروان راهیان نور پای پیاده برن مرقد راهه. البته ما خودمون دستن در کاریم که کلیسای نوتردامو بکنیم مثل جامعه آیت الله رشدی. رشدی از آلن دلون چه خبر؟ من فیلموشو خیلی دوست داشتم. آلن دلونو به خاطر شرکت در یک مهمانی مختلف پلیس نامحسوس گرفته، الان توی بند دو واحد سه زندان قزل باستیله، اونم زیر هشت.
تخصیه بدم تخصیه بودو بیا تخصیه شاه مقصود شاکران تخصیه یاقوتی بودو بیا تخصیه مادام تخصیه موسیو تخصیه بدم شیپاقز دستی شیخزمی تخصیه ایوالا هم بسی کم تر ایوالا تخصیه بودم تخصیه براو آقا شما اینجا جلوی شانزلیزه چیکار میکنی؟ تخصیه فروشی دارم جناب تخصیه فروشی برای دوباری که میخوام برن تو خیابون شانزلیزه یعنی تو صحن شانزلیزه تبرک کنم تخصیه بدم ایوالا هم بسی کم میخواستم ببینم شما رابطه جمهوری اسلامی رو با فرانسه چطور ارزیابی میکنی؟ ما امت فرانسه حق چی داریم از جمهوری اسلامی داریم؟ ما حق چی داریم از جمهوری اسلامی داریم؟ انقلاب کبیر فرانسه نشأت گرفته از سیره اون امام راحل بود. من خودم یادمه تو سان پامپیدو با همین سردار زنلشکر امیر زریادان ناصر امنابار نشسته بودیم. تقصیرم چزمی ایاد مربوطه ایشون یعنی ایاد مربوطه ناپل امنابار جزیره خانم هم حضور داشتن که همونجا آیت الله ناصر مکارم شیرازی که اون موقع طلبه بود کتاب تحریر الوسیله امام آورد که همونجا شروع کردیم بحث طهارت و نجاست رو در رابطه با شراب و فرانسوی مرور کردیم. حالا به جا و رعایت کن وقتی میخوای وارد صحنه شانزلیزه بشی تخفیف بدم تخفیف همونجا هم بود که با کافه های پاریس رو تبدیل کردیم به پایگاه مقاومت بسیج تخفیف بدم تخفیف بود و بیا پیامتون به امت همیشه در صحنه فرانسه چیه؟ پیامم اینه که درسته که عزت الاسلام و المسلمی ها شیخ ژاک علی شیراکی مرحوم شدن ولی چون رساله ایشون به نام حلیت المماشات و ابواب المذاکره هنوزم هست بنده توصیه میکنم که رجال فرانسوی بقای برمیت کنن ولی متشکرم یعنی به همون راحل اقتدا کنن جوسی تصویح بوده بیا تصویح تصویح بدم ای بله هم خود سکم تصویح بود تصویح شانزلیزه و تصویح بله همونجور که دیدید آقای ملت فرانسوی یک صدا فریاد میزدن محمود احمدی نژاد باید بیاد محمود احمدی نژاد باید بیاد ولی من باید برم واحد مرکزی فرانسه غلام قیانوری